خلیلی جرگه طالبان را درون اماراتی خواند و شایعات تعامل با طالبان را رد کرد. پاکستان زغال سنگ مرغوب افغانستان را به پایین ترین قیمت می خرد. به نام خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا آخرین ویدیو با ما همراه بده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید تا جدیدترین ویدیوهای خبری روزانه ما با خبر شوید. اندپندنت فارسی در برگه فیسبوکش می نویسد: پاکستان زغال سنگ مرغوب افغانستان را به پایین ترین قیمت می خرد. پاکستان زغال سنگ افغانستان را به قدری ارزان می خرد که می تواند سالانه 2.2 میلیارد دلار از این بابت صرف جویی کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تصویب داده است برای تامین انرژی در این کشور از زغال سنگ هم استفاده شود. او شامگاه دوشنبه 27 ژوئن در حساب رسمی خود در توییتر طی روش تهیه توییت نوشت که برای جستجوی راههای بهتر واردات زغال سنگ از افغانستان یک جلسه اختصاصی برگزار شده و او از کابینه‌اش خواست است تا زمینه واردات بهتر و بیشتر از زغال سنگ از افغانستان را مهیا کنند. او همچنین تصویب داده است که برای خرید زغال سنگ از افغانستان کلدار پرداخت شود نه دلار تا خروج ارز از پاکستان کاهش یابد. در این رشته توییت اعلام شد که خرید زغال سنگ از افغانستان سالانه 2.2 میلیارد دلار صرف جویی برای پاکستان به همراه دارد، مبلغی که تقریبا معادل بودجه سالانه رژیم طالبان است. پاکستان معادل زغال سنگ دارد اما زغال سنگ آن بی‌کیفیت است، در حالی که زغال سنگ معدن افغانستان یکی از بهترین و مرغوب‌ترین انواع زغال سنگ در جهان است. نخست وزیر پاکستان تصریح کرد در حالی که قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی در حال افزایش است، خرید زغال سنگ مرغوب ارزان از قیمت افغانستان به نفع پاکستان است. توییت های نخست وزیر پاکستان در مورد خرید زغال سنگ افغانستان با واکنش تند کاربران رسانه‌های اجتماعی روبرو شد. بلال سروری از روزنامه‌نگاران مطرح افغانستان در توییترش نوشت: در نبود یک دولت ملی که بتواند استقرار و فروش گنجینه های زیرزمینی افغانستان را کنترل کند، همسایگان معدن افغانستان را غارت می‌کنند. او ویدیویی را هم رسانی کرد که نشان می‌داد صف طویلی از کامیون های حامل زغال سنگ به سمت پاکستان در حرکت است. میرویس افغان، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران افغانستان، نیز در توییتر خود به فروش ارزان زغال سنگ واکنش نشان داد و نوشت که طالبان پنجابی های پاکستان را در افغانستان بر تخت نشاندند. اسمت قانی از آگاه سیاسی افغانستان در توییت نوشت: ما سالانه صدها میلیون دلار انرژی از کشور همسایه وارد میکنیم، در حالی که با 10 میلیون دلار میتوان سالانه تولید برق از زغال سنگ را از چین وارد کرد. لطفا زغال سنگ افغانستان را به پاکستان نفروشید. داود ناجی، مشاور سابق دفتر شورای امنیت افغانستان، هم در توییتر به فروش زغال سنگ به پاکستان انتقاد کرد. او نوشت: مردم را در بلخاب سلاخی میکنند تا منافع اقتصادی پاکستان تامین شود. در زمان دولت سابق نیز مشاور بانک توسعه آسیایی یک پاکستانی بود و نگذاشت که برق واردات کابل از مسیر بامیان به جنوب برود و باعث شد تا این پروژه از مسیر سالنگ انتقال یابد تا افغانستان همیشه وابسته به بقیه بماند. بهار مهر، روزنامه‌نگار افغانستانی مقیم امریکا، نیز نوشت: زغال سنگ افغانستان تنها کالایی نیست که هزینه ملی پاکستان را کاهش داده است. سلاح و تجهیزات افغانستان، نیروی کار ارزان مهاجران، کاهش هزینه های امنیتی در امتداد مرزها و هزینه ضد اطلاعات در برابر هند و افغانستان و غیره، همه به برکت این گروه نوکر و فرمانبردار اسلام آباد محقق شده اند. افغانستان یکی از کشورهای دارایی از معدن غنی زغال سنگ است. بر اساس داده‌های وزارت معادن و نفت افغانستان، تاکنون 113 معدن زغال سنگ در این کشور ثبت شده که حاوی حدود 85 میلیون تن زغال سنگ است. با این حال، اکثر معدن زغال سنگ افغانستان به صورت ابتدایی و غیر فنی استخراج می شود که احرازگاه به بروز حوادثی هم منجر می شود. مهمترین مصرف زغال سنگ در تولید برق است. این شیوه قدیمی تولید انرژی، هرچند آلودگی فراوانی دارد، ارزانتر از بقیه شیوه هاست. بسیاری از کشورهای جهان تولید انرژی از زغال سنگ را کاهش داده یا کنار گذاشتند، اما هنوز در دو کشور پاکستان و چین سهم تولید انرژی از زغال سنگ بالا است. به همین دلیل این دو کشور خریدار اصلی از زغال سنگ مرغوب افغانستانند. اما در حالی که قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی با بالای 100 دلار در هر تن رسیده است، گفته می شود که پاکستان هر تن زغال سنگ مرغوب افغانستان را 26 دلار می خرد. از سوی دیگر، خرید زغال سنگ از افغانستان با ارز پاکستان یعنی کلدار ضربه اقتصادی دیگری بر افغانستان است، زیرا به این ترتیب پاکستان اجازه نمی دهد دلار که نیاز اساسی بازار افغانستان است و این کشور وارد شود و بازار افغانستان را متعادل کند. با این شیوه پاکستان دو اصل مهم در مورد افغانستان را همچنین
پایدار نگه می‌دارد. یکی وابستگی این کشور با پاکستان و دیگری وارد کردن مهمترین نیاز پاکستان یعنی زغالسنگ با ارزان‌ترین قیمت ممکن. اطلاعات رو در برگه فیسبوکش می نویسد. خلیلی جرگه طالبان را درون مورتی خوند و شایعات تعامل با طالبان را رد کرد. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به شایعات برگشت خود به کشور و تعامل با طالبان پاسخ داد و این شایعات را کار افراد مغرض و تنگ نظر عنوان کرده است که به گفته او از خانه آمارا مخشوش با فضارا مسموم می کنند. آقای خلیلی در یک یادداشت طولانی که سه شنبه شب هفتم سرطان در فیسبوک خود منتشر کرد گفته است که برای او جایگاه فرد و یا حزب نه، بلکه تأمین جایگاه حقوقی و سیاسی مردمش اولویت دارد و تا زمانی که تعریف واضحی از این جایگاه صورت نگیرد هیچ تعامل با طالبان در کار نخواهد بود. او در مورد سفرش به ایران توضیح داده است که این سفر صرف برای گفتگو و مشورت با مهاجرین افغانستانی مقیم ایران صورت گرفته بود و با استقبال گرم مهاجرین مواجه شده است. خلیلی جرگه طالبان را که قرار است در کابل برگزار شود یک جرگه درون اماراتی خوانده و از این گروه خواسته است که به منظور کسب مشروعیت ملی و بین‌المللی به شکل معنادار وارد گفتگوی صلح بین‌الافغانی شوند. او از طالبان همچنین خواسته است که در تفاهم با تمام جریان‌های سیاسی افغانستان از طریق یک مکانیزم مشارکتی و مبتنی بر رأی مردم و حقوق شهروندی راه را برای صلح و ثبات در افغانستان هموار کنند. خلیلی در این یادداشت خود به گزارش‌ها در مورد کشتار غیر نظامیان در بلخاب توسط طالبان نیز اشاره کرده و گفته است که در جنگ بلخاب نشانه‌های روشنی از جنایت علیه بشریت دیده می‌شود. او گفته است که غیر نظامیان در بلخاب به طور مستقیم و از روی عمد مورد حمله قرار گرفتند و خانه ها و اموال مردم نیز غارت شده است. با گفته او شبکه های مخابراتی قطع و راه های مواصلاتی نیز مسدود شده است. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تاکید کرده است که طالبان باید تلاش میکردند تا مشکل با مولوی مهدی مجاهد را به گونه درون اماراتی حل میکردند، اما اکنون که جنگ آغاز شده است باید این جنگ در جبهات و افراد نظامی محدود شود. او در حین حال افزوده است که طالبان نباید به منظور زهر چشم گرفتن از مخالفین غیر نظامیانی را که در جنگ دخیل نیستند آزار و یا تحت فشار قرار دهند. او استدلال کرده است که تکه سیاست جنگ و رقاب یک سیاست ناکام است و جز عمیق کردن بحران و کشاندن کشور به جنگهای خانمانسوز قومی و فرقه‌ای نتیجه در پای نخواهد داشت. این در حالی است که از آغاز حمله طالبان به اربول اسپوری بلخاب سرپل 6 روز گذشته است. گزارش های از کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در این رسپوری منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت غیر نظامیان در بلخاب ابراز نگرانی کرده اند. از همراهیتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.